بکشه و تو بکشی با این هیکلت مرد خونه ای. فشار نیار به من، نه تو مورو به بچت فشار بیار. اولا دیگه نباید راجع به ترس خودتو کنترل کن. خب ببین، من کار ندارم هر اتفاقی برای تو، اصلا سکته هم کردی دیگه جلوی این بچه ترستو بروز نمیدی. آفرین. بچه تو باید این تمرین کنی. بچه ها شما هم که به هر حال همه از یه چیزی میترسه، خب اینو باید باش روبرو بشی. خب چجوری روبرو شی؟ از تاریکی میترسی؟ خب میری با کمک پدر مادر دستشونو میگیری میری توی اتاق تاریکی، مدتی میشین، خب وسایلی که اونجا هست دست میزنی، بعد چراغ روشن میکنی، میبینی که فقط چون چیزها رو نمیدیدی میترسی. از بلندی میترسی؟ یه حدی که فشار بهت نیاره و یه حدی یواش یواش میری تا عادت. خب یه دفعه با مشکلات، با ترس، با خجالت، با هر چیز دیگه روبرو نمیشه. من میگم آخه یه مقدار زمان رو کوتاه کنیم. نمیشه عزیز من، زمان رو کوتاه کنیم، یه دفعه فشار بیاریم، این فشار آوردی مشکل حل بشه، تموم شد. خب این یه چیز طبیعیه عزیز من، تو برای چی اینقدر فشار میاری به این بچه؟ باید نمیدونم، من خودم این شیر تمام مسائل ما حل میکنم، این این بیت همش دارم میلرزم. یه سوال ازت بکنم. ای بچه ها سلام، حال شما چطوره؟ خوبی؟ ما هنوز درگیر بچه های آقای هشل هفت هستیم. امروز داریم راجع به هشل صحبت میکنیم. راجع به هشل صحبت میکنیم؟ نه خیر، راجع به کچل صحبت میکنیم. بچه های من اسمشو یاد بگیر، اینجوری آبروریزی نکنیم. راجع به کچل داریم صحبت میکنیم. خب الان شما بگو مسئله چی؟ من جلو دوربین حرف رو میزنم. باز شروع کرد. میگم بچه ها از خودمونن. آقای مسئولی جان نگاه کن، این بچه از مورچه هم میترسه، خب از پشه هم میترسه، خب از سوسک میترسه، افتضاع، خب از تاریکی میترسن. دیگه چی؟ از بلندی میترسن. یعنی چجوری میترسه؟ یعنی سه پله میره بالا. از کجا؟ از پله‌های ساختمان. خب یک دو سه دیگه پله چهارم من باید برم کمک کنم. چایی بر میگردن نگاه میکنم میگم میفتم. سلام به روی ماهی جون، به چشمونه سیاهی جون. سلام پسرهای گلم، عزیزای دلم، صبحتون بخیر باشه قشنگای من. میبینم همه سرحال و انرژی آماده تا با هم دیگه کلاس رو شروع بکنیم. خدا رو شکر نمیدونی یه روز دیگه اومد و چقدر من خوشحالم از اینکه دوباره روی ماه تک تکتون رو میبینم. پسرای خوشگلم، صبحتون حسابی به خیر باشه. خوشگلای من، امروز هم مثل همیشه کلاسمون رو میخوایم با نام و یاد خدا شروع بکنیم. اما قراره چه کسی برامون کلاس رو شروع بکنه؟ خب بچه‌های گلم، چه کسی سوره ناس رو کامل کامل یاد گرفته؟ دستشو بیاره بالا. خب امیر ارسلان گلم، عزیز دلم، من شما رو وز کردم. ببینیمش پسر گلم رو. امیر ارسلان جانم،
سلام سلام قربونت برم من چرا تصویرت میپره عزیزم سلام آه درست شد سلام قشنگ من صبحت بخیر باشه عزیز دلم صبح شما هم بخیر قربونت برم من امیر سلام جانم میخوام کلاس رو با نام و یاد خدا شروع بکنیم شما میخوام این کار برامون انجام برید برامون سوره ناس رو بخونیم آماده ای؟ جان بربط با هم میخوندیم جان؟ گفتم حداقل من بربط با هم اینو میخوندیم آها با بربط میخوای بخونی؟ ای جانم خیلی خوب بس میکنم من بربط جانم با هم بخونیم چش چون معمولا یه نفری قرآن میخوندم عزیز دلم سلام خانم معلم امیر شما سلام سلام خب قربونتون برم من بربط جان امیر سلام دوستش این سری تفاوت داشته باشه گفت من میخوام با بربط قرآن بخونم آماده ای؟ آفر سوره ناس رو قراره بخونید باشه؟ باشه بفرمایید سوره ناس رو فکرم بلد نیستن که امیر سلام گفت خب با امیر سلام دوتایی با هم بخونید خب امیر سلام میخونه شما باش تکرار کنید باشه؟ آفرید خب بگم من بسم الله الرحمن الرحیم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس سبق الله العظيم الله محمد و جل فرجا خب قربونت برم من عزیز دلم خب بربط گلم باری که الله به شما هم به امیر ارسلان هم به شما بربط جانم آفرین عزیز دلم خدا حافظ گلسنگم خب بچه ها عالی بودید دستتون درد نکنه حالا بچه ها میخوام شعر رنگینمون رو برام بخونید بعد یه غافلگیری داریم براتون بچه ها امروز آز نداریم براتون یه کار دیگه بکنیم شما هست بزن هست بچه ها ببینید اینجا خونه جادویی اینجا بچه ها خونه جادویی اومدیم اینجا تا بهمون به نشانه جدید یاد بده بچه ها نمیدید من که چقدر هیجان دارم که ببینم امروز خونه جادویی چی هست و کی قراره درش رو باز بکنه اما بچه های گلم خوشگله اومد بذارید ببینم شعر رنگی کمونه چه کسی برامون بخونه خب شعر رنگی کمون رو برامون فرهاد جان بخونه فرهاد گلم ببینم شما رو عزیز دلم پسر خوشگلم قشنگم فرهاد گلم خب شعر رنگی همون رو محسن عزیزم بخونم محسن جانم ببینم شما رو قشنگم خب
سلام عزیز دلم، صبحت بخیر باشه قشنگم. خب پسر گلم بارکلی که لبخند به لباشه. خب مرسان جانم، عزیز دلم، میخوام برام شعر رنگین کمون رو بخونی، آماده ای؟ آره. فقط مرسان جان کاملش رو میخوام. خب بلدی شما؟ آفرین. زیادش نه. خب همراهی من میکنم، با هم بخونیم، شما بخونید، منم کنار رو میکنم. من رنگی جان چرنده شو بلدم. میونه تیک ابرا تو آسمون، اون بالا رنگین کمان زیر شده دوباره پیدا. رنگ و رنگ و قشنگ سه سهر پرند ها مثل نور خورشید ساخته هلال دستم. رنگین کمان چرنده هفرنده، رنگین کمان چرنده هفرنده، آنش نیلی آبیشه سرد نارنجی درمز. هزارم بریم عزیز دلم. مرسام جانم، قربونت برم، شما که کامل کامل بلد بودی که فرد چه همه رو خودت خوندی عزیز دلم، هزار آفرین به شما، قربونت برم. من باری کرده خیلی لذت بردم من، انقدر عالی شما بلد بودی. مرسام جانم، امروز خونه جادویی پیش ماست، ما میخوان یه نفر در خونه جادویی برامون باز بکنه. شما به من یه عدد میگی از 1 تا 9. یک. آها یک. بله. خوب پس حالا فکر کنی کیه؟ چیه؟ بله. یه آدم کوچولو کنم. آره، همون دوستمون که شعبده بازی زیاد انجام میداد. های ببینیمش. آره باریکلا بله، نفر اولمون اینجا الان باربو جانه. خب دست شما درد نکنه، قربونت برم من. مهسم جانم ممنونم از شما، عزیز دلم، که یه عدد برامون انتخاب کردی، شعر زیبا خوندی، خدا حافظ. خب مهسم جان ممنونم. باربو جان آماده ای؟ میخوای در خونه جادویی برامون باز کنی یا اینجا برامون نشانه ها رو مینویسی؟ سلام قربونه دارم من، بعدی تو دوباره اومدی پیش ما. خب باربو جانم قربونه دارم من، یه چند دسته سر میکنی فدا چم. خب من اینجا بنویسم. خب باربود خوشگلم قربونه برم من، عزیز دلم، این از خونه جادویی اومده اینجا، میخوام شما درشو برامون باز بکنی ببینیم توش چیه، امروز قرار چه درسی رو به اون یاد بده. آرد هم داریم جان؟ آرد. آرد امروز نه، امروز آرد نداریم، ولی امروز فردا چهارشنبه آرد داریم، فردا نه پس فردا، درسته؟ خب حالا باربو جانم قربونه برم بذار برمستان که الان سر مرمستان چیز کن معنی مرسان که گفتی دام منم قربونه برم من عزیز دلم، بعد از دوستش تشکر کرده، آفرین به شما پسر گلم. خب بار بده خوشگلم، این قفل اومد دوباره اینجا. شما گفتن آره دم رسومی ها همه سن قفل ها میبینن. آره باریکلا. حالا شما باید این قفل رو به ما بگی، بگی که ما بفرخونیم 3 تا عدد ببینیم در خونه جادی باز میشه یا نه. باشه من رو هفت بخستم. هفت آه عدد هفت
هفت ورز یعنی هفت کیلو دستی. خب هفت دیگه پنج. خب هفت و پنج، اینم پنج و چهار. هفت و پنج و اینم چهار، درسته؟ هفت، پنج و چهار. بزو درش رو ببینم باز بشه. خب خونه که جا دویی درش با بشه. ای داده بیداد با نشد. خیلی نداره. یه بار دیگه بگیم. که اون عصبانی میشه که اون عصبا میگیم. شاید. حالا یه بار دیگه بگیم. یه بار دیگه سه تا عدد رو هم بگیم. یک. بپنی بپنی. بچرخه بچرخه. بیاد روی یک. خب اون هم یک. نه. بچرخه 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 بیاد روی نو. اوه اومد روی نو. خب وای ده نداره. نه تا نو داره. با سه 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 یک نو و سه. خب اینم سه، درسته؟ خب یک و نو و سه. خب بذارید ببینیم وام میشه. خونه جادویی چی رو گفتم؟ اوه بازار 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 باز شدش. وای خدای من، بذارید حالا ببینیم توش چیه. وای چه خونکه، به نظر چی؟ بکنه آب گرم. نه اینه پرتقال. نه قربون نمیدونم، قربونت برم من. بذار ببینیم اون یکیش چیه دیگه. بذار ببینیم، نگاه کن. این اولش که پرتقال بود، درسته؟ پرتقال. اوه بچه ها چی اینجاست، نگاه کنیم. لعنه میکنیم بگیریم. اولش یه حالا بیان میکنیم دیگه. آفرین آفرین. در خونه جادویی که ای وای سری بسته شد، تا موسط رو درمیم سری بسته میشه. باری کلا باری کلا باری راست میگی. مثل پور، مثل پرتقال. میخوای یاد بگیری؟ آفرین. نگاه کن. سری همه شکلش اینجا گذاشتی. بچه ها این دوتا از خونه جادو اومد بیرون، باربو بهمون یاد داده، گفتش که ما میخواییم درس پ را یاد بگیریم. آفرین باربو جانم. پیگ. آره صداهاشون شبیه همه. درسته؟ آفرین باری کلا. بربو جان دست شما درد نکنه. نمیدونی چقدر خوشحال شدیم از اینکه در خونه جادویی شما باز کردیم و ما اینا رو پیدا کردیم از تو. آره قربونت برم من. دستتون درد نکنه برای این دو تا چیزای خوشگلی که امروز خونه جادویی بهمون داد. ممنون عزیز دلم، پسر گلم. ممنون، خدا نگهدار. دست شما درد نکنه. قشنگم. خب بله بچه‌ها شروع شد. اینجا برای من تمام نشانه ها رو اینجا چیز کردن، شروع کردن نوشتن. خب بعد یه جا میگه توپ، درسته؟ ماهان جا میگه پتو، پلنگ، توپ، پرده. بعد یه جا پیاز، آراد و مهراب پیره مرد، پشمی. بعد پنگوان، نرسان پشمک، باربو جان هاپو، درسته؟ هاپو رو خب یه اسمشه، ولی اسم اصلیش چیه بچه ها؟ بهش میگیم سگ. آفرین. بعد پاندا، پشمک، پلنگ، پلنگی صورتی رستی بچه ها، پرنده،
بعد پشت پشتم من سرم کردم پشت پدر بزرگ بعد آفرین آفرین پندار بچه دوست خوبمون پندار دیگه پرواز آفرین پروانه پیراهن پارک پری دریایی باریکلا بهتون دوز پلنگ دیگه پرهام پیشبند خب پر پنده پوره پشه پوست پادشاه پرستار هزار آفرین به شما قربونتون برم من پولو پونه شاپرک انقدر که تونتون دارید میگید من اینجا دیگه موندم همینجوری انقدر که شما سریع و باهوشی دارید تون 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 همه رو میگید هزار آفرین بهتون فده چشمتون بشم اما بچه ها توی این شهرک نشانه های ما که هر کدوم از نشانه یه داستان قشنگی داشتن به نظرتون درس چه نشانه چه داستانی داره شما میتونید بگید به من خب الان من بهتون داستانش رو تعریف میکنم خوب خوب دقت بکنید بچه ها توی شهرک نشانه ها بچه ها همه نشانه ها بودن اما توی این شهرک یه روزی از روزای خدا که هوا پاییزی بود پاییز قشنگ بود سرد بودش کنار یک پارکی کنار یک پارک اداره پست بود کنار پارک اداره پست بود پستچی هر روز بسته های مردم رو میرسون در خونه هاشون یه روز که توی این بچه ها فصل پاییز هوا چجوری میشه بچه ها هوا چه اتفاقی براش میفته یه دوتونه گفتیم چجوری میشه هوا به من میدید بگی آفرین آفرین بله هوا بارونیه بچه ها وقتی که آقای پستچی داشت از کنار پارک رد میشد تا بسته های مردم رو برسونه به دستشون بچه ها هوا انقدر بارونی بود انقدر بارون بود که نبود آقای پستچی یک دفعه پاش لیز میخوره سر میخوره و میفته توی آبا بچه ها وقتی که آقای پستچی پاش سر میخوره و میفته توی آبا سه تا قطره اینجوری میفته پایین بسته ها ببینید بچه ها سه تا قطره میفته پایین بسته ها بچه ها بسته ها وقتی بهشون قطره آب میخوره خیس میشن کوچولو و کوچولو کوچولوتر میشن بچه ها بسته ها کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشن آقای پستچی نگاه میکنه میگه ای داده بیداد چرا اینجوری شدن چرا اینقدر آب رفتن کوچولو شدن یه فکر میکنه میگه از این به بعد دیگه اینا بسته نیستن بهشون بگیم پاکت های کوچولو بچه ها از اونجا بود که خوشگل ما شکلش پیدا میشه آقای پستچی میگه حالا که این پاکت ها روشون سه تا قطره افتاده اینا رو ما صدا میزنیم پ پ بچه ها حالا این پستچی خوشگل ما که میبینی نگاه کنید پ مثل پستچی پ مثل پاکت بچه ها حالا اینا که دوتا هن چه فرقی دارن با هم این کوچولوتره این بزرگتره چه فرقی دارن الان بهتون میگم بچه ها دوتا پستچی بودن یکیشون پستچیه کوچولوتر بود بچه بودش پست نامه ها و بسته ها و پاکت بچه ها رو میبرد میرسون دستشون اگه بچه ها نامه چیزی داشتن براشون میرسون
نگاه کنید ایناش. به خاطر همین همیشه صبحای زود میرفتش، سریع میرفتش. بچه ها نگاه کنید، اول از همه حرکت میکردش. اما بچه ها این یکی ما پستچی بزرگ بود، پاکت های بزرگا رو میبرد میرسوندش، برای همین صبر میکرد آخر وقت میرفتش تا بزرگترها از اداره برگردن دیگه. پس این یکی بزرگه آخر آخر میرفت، هیچ وقت اول یا وسط روز یا اول صبح نمیرفت، همیشه آخر 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 میرفت. اما این کوچولوه پیا میرفت، صبح زود میرفت، اول اول میرفت یا وسط ظهر میرفتش. درست شد؟ آفرین. پس بچه ها یه بار دیگه رو میگیم، نگاه کنید از بالا اینجوری اومده خم شده، زیرش هم سه تا قطره آب داره. ببینید بچه ها سه تا قطره آب افتاده زیرش، و اما بزرگه هم همینجوری. درست شد بچه های گلم؟ آفرین. بچه ها الان همه تون یک خانم یک کوچولو شبیه بط نیست؟ بله که هست. بله بچه ها چه شکلی بود؟ ببینید این ت بود. درسته بچه ها؟ حالا بزرگترش هم بکشیم. نگاه کنید بچه ها، درسته این چی بودش؟ ت ت درسته. اما بچه ها چه شکلی بود؟ بگید ببینم، بذارید ببینم. درست شد. چی؟ درست نیست؟ یعنی چرا درست نیست؟ مگه همین نبود؟ یه نقطه داشت. آهان، راست میگید بچه ها، راست میگید. اصلا حواسم نبود، نقطه به بالا نبود، پایین بود. حالا درست شد؟ بله درست شد. خب ببینید چقدر شکلش قشنگ تر شد. حالا بریم بزرگشم بکشیم دیگه. آهان درست شد. بودم درست میگید؟ چرا دیگه؟ آها راست میگید، راست میگید، نقطهشو یادمون رفت. بله درست شد. بچه ها ما سه تا نشانه نزدیک به هم شکلاشونو یاد گرفتیم. اول از همه ب ب یادتونه؟ ب مثل بابا، مثل آب. حالا چی؟ بعدش مثل تمسا، مثل توت. و بعد امروز هم پ رو یاد گرفتیم، پ مثل پلنگ، مثل توپ. درسته؟ آفرین، باری کله به شما بچه های گلم. خب حالا بچه ها ما که داستانش رو یاد گرفتیم، فهمیدیم که کدومشون اول میاد، کدومشون آخر آخر میاد. بله و سه تا قطره آب زیرشون چکیده، اینا پ هستن. درسته؟ آفرین. خب حالا من ماهان جان علامت سوال گذاشتی، سوال باشه ها، قربونت برم من. خب ببینم من چیزایی که نوشتید شما قشنگای من. خب عزیز دلم، قربونت برم من، به دلم ماهان جانم. به نقطه شده رفت با به کوچیکم، نقطهش باید نبود میزود. آها آفرین آفرین. اگر دو تا نقطه بالاش بود میشه ت، درسته؟ اما اگر نقطهش پایین باشه میشه چی؟ بشه. بله بله آفرین، باریکلا باریکلا. آه جانم، مثل از مثل از
از ب ماله ب هستش، درسته؟ آفرین، باری کلا باری کلا، قرمونت برم من. ممنونم ازتون ماهان جانم، دستتون درد نکنه. خب گفتیم که اینجا الان من بگم مثل شاپرک، پاییز، پرستو، پا، پارک، نمیدونم پندار جانم چی نوشته، قربونت برم من، شاید پاپوته، نمیدونم، پا، پاندا، پوستچی، پشم، پستونک، بعد دیگه خب پایین پلیس. آفرین به شما پاپیون پسر. باری کله باری کله بهتون. حالا بچه ها من میخوام دستا رو بیارم پایین، شما زودی بیاید بالا تا ببینم کی قراره عکسای امروز رو بهمون بگه. باشه، ببینم زرنگا همه بیارید، اگه بالا زودی نیارید اون وقت آخر میشید. آفرین. خب بریم، یک دو سه. عاشقتونم که انقدر سری همه آوردید بالا، باریکلا بهتون، باریکلا. بله درست شد. خب حالا رسام جان اول از همه افتادش به سر بلند، بذارید ببینم. خب آها، حالا بچه های گل خوشگل، بذارید من اینو بزرگتر کنم. آفرین. خب بچه ها نگاه کنید، اون میبینید بچه ها این جعبه پست هستش که پاکت رو میخوان بندازن توش، درسته بچه ها؟ ای آقای پستچی هم اومد، بچه ها آقای پستچی اومد نامه ها رو بیاره، ببینید درسته آقای پستچی آخر میومد، اون بزرگتره. نگاه کنید پستچی داره پاکت نامه رو، او دوتا شیطون هم اومدن، اون پ کوچیکه و پ بزرگه، نگاهشو کنید بچه ها، دیدید؟ بله. حالا رسام گلم من شما رو وصل میکنم عزیز دلم. سلام خانوم به نامه خداوند بخشنده مهربان. عزیز دلم هزار بار بخیر باشه، قشنگ شب شام بخیر. خب رسان جا آمدی شما چیه؟ آره بله. خب ببینید چیه؟ پنگوان. آفرین پنگوان. به تو شما زندگی میکنن. آفرین توی خود زندگی میکنن. تو وقت جنوب. بله 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 کلابه. خب پنگوان کدومو داره؟ کوچیکه. آفرین بله. چه چیز دیگه هم داره؟ آره ولی یادت نگرفتیم اون رو. آره هر چیزی داره. راست میگم تو پنگوان چه کوچولو هست؟ چون که چون که اول اومده. هزار آفرین شما قربونه. اگه آخر میمن مامان بزرگه بود. آفرین هر چیز خانم اره دونه دلم، هر چیز دیگه هم داره. اینجا چی داره؟ اسمش یادم رفته.
آها اونایی که ما یاد گرفتیم باید یادمون باشه دیگه، از دور تقار میکنم. بعدش هیچ چیز دیگه بیشتر اوه. بچه ها نفر بعدی کدوم دوست نمونه؟ یاسین جان. خب یاسین عزیزم ببینیم اتون قشنگم. سلام. سلام پسر دلم عزیز دلم. خب یاسین خوشگلم آماده ای؟ بله. خب یه لحظه یاسین جانم تا من بزنم تصویر بعد یه لحظه. خب من اسما رو علامت بزنم پسر گلم رو. خب پپ بعدی کوچیک. آره این پپ کوچیک داره. بذار ببینیم. او یاسین این چیه؟ پیتزا. بری جلا پیتزا. پیتزا آفرین به شما یاسین جانم. توی پیتزا قربونت برم من کدوم پ رو داره؟ بازم پ کوچیکی این آقولا که همیشه اول میاد. آفرین آفرین به شما قربونت برم من. بله دهنمون هم که آب افتاد و خوب یاسین جانم بعد چم میگم توی پیتزا ما دیگه چیا رو یاد گرفتیم؟ رزا یاد گرفتیم، آ یاد گرفتیم، آفرین، چیه ده یاد چی تا یاد گرفتیم، آفرین، یا یاد گرفتیم، فکر نه همشه یاد گرفتیم. آره همشو یاد گرفتیم. دست بزنیم براش. باریکلا پیتزا. باریکلا دست بزنیم. درسته آفرین. ما همش با بچه ها جونم یاد گرفتیم. بعدی ها جانم احسان جانم گفتم ما یادش گرفتیم دست بزنیم براش. باریکلا یاسین جانم قربونت برم من. عالی گفتیم دستتون درد نکنه قربونت برم من. ممنون از شما. خب سامیا جانم ببینیم روی ماهتون رو. سلام کن بخواییم بشنگ من آماده ای؟ سکتون بخواییم. خب من علامت بزنم به سر گلم رو. آها میخواییم با هم دیگه ببینیم چه شکلی قراره بیاد. او این چیه سامیا جانم؟ پرده. پرده یکم رویش هست چیه؟ شیشه. شیشه. آها شیشه که پ نداره مگه نه؟ پنجره. پنجره. باریکلا به شما پنجره. قربونه برم من پنجره. پ کدوم داره؟ خیلی شما زنگ و باهوشی. فلش دیگه هم بوده بوده اومد. این به کدوم نشانه میدونی؟ پرده که شما اول گفتی. باریکلا پرده هم آنو جانا پرده رو ما یاد نگرفتیم. اما تو چرا دست بزنی مرای هورا آفرین آفرین چقدر شما ها باهوشید. یاسینم بهمون گفت شما هم گفتی باید دست بزنیم برای پرده. بچه ها ما پرده همه شو یاد گرفتیم. باریکلا قربونت برم من. پرده کدوم صده ها رو یاد گرفتیم توش؟ ره. آفرین. ده. آفرین.
آفرین. هیچ که اینجا نیستی باداست؟ بالای این فسخلی بالای پ هستش. آفرین. باریکله باریکله درسته. ممنونم یاسین جانم. قربونت سامیار جانم. قربونت برم. من دست درد نکنه سامیار جانم. مرسی عزیز دلم. خب حالا نفر بعدی بچه ها کدوم دوستمونه؟ سامیار جان باربود گلم که در خونه جادویی رو باز کرد برامون یه پرتقال خوشمزه در آورد. خب سلام قربونت برم من. خب پندره پیزا همه سیاد گفتیم همه از اونگه تولده رو میخوندم. من برای پنجره و پیزا همه تولد میخوندی؟ خب خیلی عالیه. آفرین آفرین. حالا تنه چشمات بشم من میخوایم با هم دیگه ببینیم برای شما قراره چه شکلی بیاد. آماده ای؟ من خانم همه آفر پیزا هم ماما پیزا مزه یه رنی آورانم پیزا درست میکنه. پروانه پروانه آفرین. بچه ها پیزای خونه بگیدیم پروانه اینده هستش. نگاه خانم آره پروانه اون پایینه هم کوچیله هستش. راستی راستی. خب آفرین بچه هم یکی بچهش بازه یکی هم ماما. آره شاید شاید راست میگی راست میگی. خب حالا بچه های کلم حواس همه باشه. میخوام ببینیم باربود همه رو بهمون درست میگه. بردیا آراد و مهراد خوب خوب خوش بدن باشه. آفرین. خب باربود جانم پروانه نه یه چیزی رو نگفتی فقط ادارم پدرم ردم خودارم آدارم پروانه. آها برمونه دارم من پروانه صدای اون میشنویم بگیم آفرین. این چیزا رو نگرفتیم. آفرین یه دونه شاید نگرفتیم. چشم. حالا بار بودنم قربونه برم من عزیز دلم. پروانه شما گفتی همه شو بگید یه دونه یاد نگرفتیم. پروانه کجا اومده؟ اول آفرین آفرین. کدوم قربونه برم من؟ کوچیله گفتم اگه بله بله گفتید شما. باریکله به شما بار با جنم. همه رو عالی درست گفتی قربونه برم من. هزار آفرین عزیز دلم. دستتون درد نکنه گلی مامان. خب دست شما درد نکنه. چشم من همه رو بس میکنم قربونتون برم من. هیچ نگران نباشید. خب حالا خب نفر بعد این سری برای خیلی جالب شد. من بچه ها که همیشه آخر میافتادن اول شدن. خب مثلا رسام فرود بعد دیگه یاسین اینا معمولا بچه ها چرا آخر همیشه میوردن این سری اول افتادن. خب حالا سلام قرمه برم من. فرود جانم عزیز دلم صحبت خیلی قشنگم. خب فرود جانم فرود چشمات بچم آماده ای ببینیم چه شکلی قراره برای شما بیاد؟ آماده آماده. خب او یکم سخته فرود جان فکر میکنی این چیه؟ این گل. گله. آفرین آفرین. یه مدل گله. اما فرود جان از گلش خب اون سفیدی های توش نرمن
میدونی چی هست؟ نرمه پنبه پنبه آفرین آفرین پنبه باریکلا بچه ها این گل پنبه هستش نگاهش کنید چقدر قشنگ و نازه ببینید بچه ها گلای پنبه این شکلی هست خب فرد جانم پنبه فردت بشم من کدوم پ رو داره پ قرمزه قرمزه درسته قرمزه هستش اینجا اما اون کوچولو هست یا اون بزرگه هست کوچیکه هست کوچیکه هست آفرین چرا کوچولو هست چرا چون که چون که اول اومده آفرین آفرین اول اومده دستشو داده به یه نفر باری کلا قربونت برم من فرد چم فرد جانم هزار آفرین به شما عزیز دلم باری کلا باری کلا دستتون درد نکنه خب حالا بذارید من خب آره جانم من شما رو بس کنم یه دور خب آراد گلم الان نوبت آراده الان نوبت آراده دورتون میگردم خب بله بله خب حالا آراد جانم بذار ببینیم شکل شما اوه این چیه آراد جان پلنگ آفرین آفرین پلنگ پلنگ کدوم رو داره کوچولو آفرین کوچیکه یه هم داره یه هم داره دو تا باریکلا یه هم داره آفرین عزیز دلم دست درد نکنه آراد جانم قربونت برم من ممنونم از شما عزیزم عالی